سلام به همگی شما همیهنان هم عزیز در سراسر جهان با چند خبر کوتاه در خدمت شما هستیم در ابتدا میپردازیم به ادعای دادستانی کرمان درباره دستگیری چندین سلطنت طلب در ادامه خواهیم پرداخت به دفترچه خاطرات هاشمی رفسنجانی علت اصلی سرقت صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه و در پایان میپردازیم به وضعیت توماج صالحی خواننده رپ معترض دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید دادستانی کرمان شبکه تروریستی سلطنت طلب منهدم شد متهمان قصد ترور یک نیروی امنیتی را داشتند رئیس کل دادگستری استان کرمان مدعی شد ماموران امنیتی سازمان اطلاعات سپاه یک شبکه تروریستی سلطنت طلب را که برای اقدامات ضد امنیتی سازمان یافته بودند در کرمان شناسایی و منهدم کردند خبرگزاری تسنیم گزارش داده لیدرهای این شبکه اخیرا با هدایت سرپلهای تروریستی سلطنت طلب ضمن ورود به فاز اقدامات مسلحانه قصد ترور یکی از نیروهای امنیتی در استان را داشتند در این گزارش همچنین آمده اعضای این تیم ضمن ارتباط با عناصر و رسانه های معانه در خارج کشور طی یک سال گذشته اقدامات ضد امنیتی از قبیل حمله به اماکن تخریب اموال عمومی آتش زدن بنرها چاپ و پخش انبوه تراکت علیه نظام شعار نویسی و ارسال محتوا به شبکه های ماهوارهای را انجام میدادند مشخص نیست تعداد بازداشتی ها چند نفر است اما ادعا شده یکی از اقدامات آنها تلاش برای شناسایی به قصد آسیب رساندن به آمران به معروف و ناهیان از منکر بود حدود یک ماه و نیم پیش خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع امنیتی گزارش داد یک تیم چهار نفره در زاهدان با مدیریت خارج از مرزها تلاش کردند با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در میان مردم جمعیت را همسو با خانواده پهلوی نشان دهند خبرگزاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داده بود این تیم برنامه ریزی داشتند تا بتوانند در ادامه عکسها و پرچم خاندان پهلوی را در سطح شهر نصب کنند حکومت و در صدر آن علی خامنه ای از اینکه به خانواده پهلوی توجهی نشان داده شود به شدت بیم دارند و نهادهای مختلف و رسانه های وابسته مرتب علیه آنها مطالبی منتشر می کنند. جهاد تبیین در سالهای اخیر اساسا به همین منظور به افتاد که مردم را متقاعد کند که پهلوی ها بد بودند و جمهوری اسلامی بسیار خوب است یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در یک نشست سازمانی که دوشنبه شب 15 آبان در استان آذربایجان شرقی برگزار شد با اشاره به اعتراضات ضد حکومتی در سال 1401 به بیان جزئیات تازه از وقایه آن روزها پرداخت و روایت کرد مهر ماه سال گذشته سپاه حضرت رسول اکرم تعدادی از تخریب کنندگان را دستگیر کرد از یکی از اینها سوال شد که چرا این کارها را کردید گفت میخواهیم جمهوری اسلامی نباشد اصلا یک هشتگ نب به جمهوری اسلامی را هم ایجاد کرده بودند دوباره از او سوال شد که حالا جمهوری اسلامی ایران نباشد تو میخواهی چه کسی باشد کمی فکر کرد و گفت همین رضا پهلوی بیاید خوب است باز سوال کردند از کجا میدانی آن فرد بیاید خوب است جواب داد که میگویند در زمان شاه همه چیز خوب بود و گرانی کم بود در ماههای اخیر بارها وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین سازمان اطلاعات سپاه افرادی را که گفته شده حامی شاهزاده رضا پهلوی یا سلطنت طلب بودند با برچسب تلاش برای اقدام تروریستی و یا اقدامات مسلحانه بازداشت کردند. این اتهامات میتواند پروژه امنیتی برای افزایش فشارها و تهدیدات علیه جریان مشروطخواه و خواهان در داخل ایران باشد تجربه نشان می دهد که همین اتهام ها و برچسبها برای حکومت مقدمه سرکوب های شدید تر علیه فعالان سیاسی در داخل ایران و همچنین به تیم‌های تیم های ترور در بیرون از ایران علیه فعالان سیاسی و روزنامه نگاران مخالف بوده است ادعای سارق صندوق امانات فائزه هاشمی در زندان ترکیه سراغ دفترچه خاطرات پدرش را از من گرفت. متهم ردیف اول سرقت از صندوق امانات در شعبه دانشگاه بانک ملی که در خرداد 1401 رخ داد میگوید بعد از بازداشت در ترکیه و بازگردانده شدن به ایران با اتهام محاربه و فساد فل ارز مواجه شده است. این متهم که روزنامه اعتماد او را با نام آرمین معرفی کرده در گفتگو با این روزنامه همچنین ادعا کرد که در دوران حضور هفت ماه در زندان ترکیه پس از بازداشتش توسط اینترپل فائزه هاشمی به دیدارش رفته و به او گفته است که دفترچه خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی در یکی از صندوق بوده است آرمین که روزنامه اعتماد به نام خانوادگیش اشاره نکرده در ادامه خبر داده که چنین چیزی در صندوقهایی که او و همدستانش سرقت کردند نبوده و به گفته او هیچ کدام از صندوقها متعلق به فرد یا افراد سیاسی نبود. او در حالی ادعای دیدار با فائزه هاشمی را مطرح کرده است که خانم هاشمی از پنجم مهر 1401 در بهبهه اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شده و در زندان است. مشخص نیست در صورت صحت ادعای سارق صندوق امانات بانک ملی فائزه هاشمی چه زمانی در ترکیه به دیدار او رفته است. به گفته آرمین پسرخاله او هم به عنوان متهم ردیف دوم پرونده به محاربه و فساد فلعرز متهم شده چون در کیفرخواست سرقت مسلحانه ذکر شده است او تأکید کرد ما حتی یک چاقو هم همراهمان نبود و اگر با معموران مواجه می شدیم قطعا فرار می کردیم این متهم همچنین در مصاحبه خود شرحی از نحوه سرقت ارائه کرده است که نشان میدهد شعبه دانشگاه بانک ملی محل صندوق امانات حتی یک نگهبان هم نداشته و سارقان به راحتی توانستند وارد بانک و مخزن صندوق ها شوند او همچنین ادعا کرده است تا زمانی که جلوی در صندوق امانات برسیم هیچ دری قفل نبود و نیاز به تخریب نداشت این متهم اذعان کرده است که محتوای 170 صندوق امانات را خالی کرده و بعد افسوده است کارمان که تمام شد رفتیم سراغ دوربین ها اتاق مانیتورینگ را پیدا و تمام هارت های کامپیوتر را خارج کردیم و با خود بردیم مقام های بانک ملی هنوز به این ادعاها واکنشی نشان ندادند آنها روز 16 خرداد 1401 در بیانیه‌ای سرقت از صندوق های امانت شعبه دانشگاه این بانک در تهران در خلال سه روز تعطیلی رسمی را تایید کرده بودند یک سال پس از خبرساز شدن این سرقت سخنگوی قوه قضایی خبر داد که تا کنون مالباختگان حدود 400 میلیارد تومان از دارایی خود را پس گرفتند آرمین میگوید تمام اموال سرقتی را برگردانده است توماج سالهی همچنان از تماس تلفنی، ملاقات حضوری و خدمات پزشکی محروم است. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد توماج سالهی خواننده رپ اعتراضی طی روزهای اخیر ممنوع ملاقات و تماس شده و با وجود حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده ی این زندانی که دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان دستگرد اسفهان سپری می کند اضافه کرد که توماج از حدود سه روز پیش تا کنون به دستور مسئولان زندان از تماس تلفنی و ملاقات با اعضای خانواده و وکیل خود محروم مانده و حق دریافت هیچ گونه وسیله ای را از خارج از زندان ندارد و از انجام فعالیت های و ورزشی در زندان نیز محروم شده است بر اساس این گزارش توماج سالهی چند ماه پس از بازداشت در مراحل بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته که پای راست انگشتان دست چپ و چشم راست و وی آسیب دید او کماکان از جراحات وارده رنج میبرد و از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم مانده امریک موجب نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است به گزارش هرانا این زندانی سیاسی که اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در اندرزگاه یک بند مالی زندان دستگرد اصفهان به سر میبرد حدود یک ماه پیش در پی درگیری با همبندیان خود از اندرزگاه دو به اندرزگاه یک زندان دستگرد منتقل شد توماج صالحی تیرماه امسال در شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال و سه ماه حبس ممنوعیت خروج از کشور محرومیت از تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی و همچنین دو سال حضور الزامی در دوره های مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد او اوایل آبان ماه 1401 در ارتباط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خبرگزاری های حکومتی مدعی شدند بازداشت وی در هنگامی که او قصد خروج غیرقانونی از مرزهای غرب کشور را داشته صورت گرفته است. ادعایی که توسط نزدیکان او تکذیب شد. توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی و شهروند اهل شاهین شهر اصفهان است که در پرونده قبلی خود در سال 1400 بابت اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس و جزای نقدی محکوم شده بود سپاس بیکران از همراهی شما لطفا نظراتتون رو تو کامنتا برای ما بنویسین و ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک بذارین تا برنامه بعدی شما را به ایزد یکتا میسپاریم بدرود